آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت. توجه توجه، بریم آراد برندینگ. ثروت بادآورده نیست، لطفاً مشورت کنید. حرف یک قرون دوزارش نیست که، حساب و کتاب داره. سرمایه گذاری از این بهتر؟ مکانی امن برای سرمایه گذاری. زود نقد می شدم. میگن به سوالات شما جواب میده. شما این شماره رو بنویسید. بگو حفظ میکنم. 0912-917-6539. مدیر برندسازی استاد تالیا زیارکلایی. اقتصادی فکر کن، زنگ بزن. آراد برندینگ. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت یک آرادی های دوست داشتنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تالیا زیارکلایی، مشاور برندسازی گروه شرکت های آراد هستم. امروز میخواییم در رابطه با ترس صحبت کنیم و راهکارهایی برای مقابله با اون. خب وقتی صحبت از ترس میشه، یک واژه آشناست که همه ما با این کلمه آشنایی خوبی داریم، کامل میشناسیمش. البته بعضی ها هستن که فکر میکنن انسانهای شجاعی هستن. امروز اثبات میکنیم که این ترس برای همه اتفاق میفته با حالتهای مختلف، و باید بررسی کنیم که این ترس آیا برای ما مفید هست یا به ضرر ما. ترس از کجا به وجود میاد و اصلا چیه؟ ما از کجا بفهمیم که دچار ترس شدیم؟ ترس چیه؟ قبل از هر چیز باید این کلمه رو کامل بشناسیم. یک واژه سیاه رنگه. وقتی ما میگیم ترسیدی، اگر بخوایم برای این واژه یک رنگی رو تعریف کنیم، اغلب مردم میگن که ترس یک کلمه سیاهه که باعث افسردگی میشه، باعث میشه که شما بترسید از موضوعات مختلف، یک دلهوری در شما به وجود بیاد، اینکه حراس داشته باشید. اینا همه موضوعاتیه که در رابطه با ترس اتفاق میفته و از بچگی هم بوده. یعنی از زمان کودکی اگر نگاه کنید، شما ترس هایی رو داشتید و حالا یا کارهایی رو کردید که رهایی پیدا کنید از این ترس، یا اینکه نه هنوز هم با شما همراهه و دارید باهاش کنار میایید به یک شکلی. خیلی ها از آمپول زدن میترسن، خیلی ها از آسانسور سوار شدن و در ارتفاع رفتن میترسن. چه اتفاق میفته؟ ما که مثلا تو آسمون ها هستیم، خیلی ها از سوار شدن تو هواپیما میترسن. اینها همه ترسه و از زمان کودکی هم اغلب با ما همراهه. میخوام امروز بررسی کنیم همه این مسائل رو که اصلا خوبه باید بترسیم یا نه، و اصلا راهکارهاش چیه. پس با ما همراه باشید و این موضوعات رو یک به یک با همدیگه حل میکنیم و امیدوارم که یک نتیجه بسیار بسیار مثبت در این جلسه شما بتونید بگیرید و یکم خب روحیه خودتون رو ببرید بالاتر و قوی تر باشید. خب ترس یه حالت عاطفیه، یک حالت عاطفیه پیچیده است البته، و بسیار قدرتمند، بسیار قدرتمنده و کارهایی میتونه بکنه ترس که شما رو وادار کنه یک کاری رو انجام بدید یا حتی انجام ندید. علامتش هم اغلب استرابه، ضربان قلب شدید اتفاق میفته، نبض ها تغییری توش ایجاد میشه و باعث عدم تمرکز میشه. نمیتونی دیگه در اون لحظه شما فکر کنی و گاهن سردرد هم میگیرید. بعضی از انسان ها در ذات ترسو هستن، یعنی کلا میترسن، و چون این زمانی که داره سپری میشه از دوران کودکی تا به امروز این ترس رو نتونستن باهاش بجنگن و پیروز بشن، همچنان با خودشون همراه میکنن و براشون دیگه طبیعی شده، عادی شده. به عنوان مثال خیلی از مردم هستن که پولهاشون رو تو بانک میذارن. آیا این مردم آدمهای شجاعی هستن که این کار رو انجام میدن؟ یا نه، ترسوها پولشون رو تو بانک میذارن. واقعا این دست از آدم ها رو باید بررسی کنیم. چرا پول رو تو بانک میذارن؟ میترسن. ترس از این که پول اگه دستن باشه گم میشه، خرج میشه. نکنه یه مدل ترسی دارن. یا میگن بلد نیستیم با پولمون کار کنیم.
باز یه دلیل ترس رو میارم، میترسیم که فلان اتفاق بیفته پس بذاریمش تو بانک، چرا که جای امنیه و یه حاشیه سود خوبی هم به نسبت به اون پولی که میدیم به ما میده. البته الان که بانک ها دارن همه سودها رو متوقف میکنن و دیگه روز شمار معنا نداره، همه بانک ها دارن ماه میشن، حالا با این بحثاش دیگه کاری نداریم. اما بحث ما ترسه، پس همه ما میترسیم و علت اصلیش هم اگر بررسی کنید و نگاه کنید که چرا میترسیم، جهل اون ماجراست. چرا که بلد نیستیم و نمیدونیم چه اتفاقی داره میافته، از ندونستنه. هر جا که علم نباشه، دانش نباشه و جهل جایگاهشو بگیره، با ترس همراه خواهد بود. خیلی همون میترسیم از پرواز. چرا؟ چون اطلاعات کمی داریم. خیلی همون میترسیم از ارتفاع. خیلی همون میترسیم از اینکه یک حرکت خاصی انجام بدیم. خیلی همون میترسیم از اینکه موهامون رو کچل کنیم، بزنیم، از ته بتراشیم. خیلی همون میترسیم از اینکه سربازی بریم. خیلی همون میترسیم از اینکه درس‌های جدید یاد بگیریم. خیلی همون میترسیم که تغییر شغل بدیم. اینا همه ترسه. ترس بر چه اساسی پس اتفاق میافته؟ از جهل، اینکه ما اطلاع نداریم، از اون کاری که میخوایم انجام بدیم میترسیم. خیلی از دکتر رفتن میترسن، خیلی از عمل کردن میترسن، هر کس میترسه به خاطر عدم اطلاعات. مولا علی یک جمله خیلی زیبا دارن، میگن هر وقت از چیزی ترسیدی خودتو بنداز توش. خیلی مهمه، چرا که انداختن خودتون در دل اون ماجرا سختی های کمتری داره به نسبت اون ترسی که شما دارید. یعنی انسان هایی که میترسن از انجام دادن کاری، اگر اون کار رو انجام بدن میفهمن که واقعا سختیش کمتر بود به نسبت اون ترس هایی که پشتش قایم کرده بودن، در حالی که اینطور نبود. خیلی از رانندگی میترسن، میگن آقا من رانندگی نمی کنم، چرا که یه بار مثلا شاید تصادف کرده باشم. ترس وجود داره برای همه ما به نحو مختلف و همش هم اگه بررسی کنی ریشش در کجا بوده، میرسید به این که عدم اطلاعات، عدم دانش یا همون جهل در واقع اساس اون ترس رو داره شکل میده. اما ترس ها خب دستبندی های مختلف دارن. خیلی ها در ادامه تحصیل ها میترسن، خیلی ها از پیری میترسن. طرف 30 سالشه میترسه که من پیر بشم چجوری میشم، پیر بشم، آیا پیرهایی هستم که کمرم تا میشه، عصا دست میگیرم، این سبک پیرم، یا پیرهایی هستم مثل آقایونی که خیلی پول دارن، جنتلمنن، اون شکلی پیر میشم، یا خانمهاش باز به همین شکل، کدوم مدل پیری برای من اتفاق میفته؟ اینها همه ترسه. خیلی ها ترس دارن از عدم موفقیت، اینکه شکست بخورن، ترد بشن، اینها یه مدل دیگه از ترسه. خیلی ها برای اینکه یک دوست پیدا کنن میترسن که آقا دوستشون خائن نباشه، کلاهبردار نباشه، براشون مشکلی ایجاد کنه، اصلا دلشون نمیخواد با آدم های زیادی ارتباط بگیرن و دوست پیدا کنن، از این ماجرا میترسن. ترس ها پس گفتیم حالت های مختلفی داره و امروز نمیخوایم در رابطه با اون حالت ها صحبت کنیم. چند تا فقط مثال براتون زدم که بفهمید برای همه ما اتفاق ها اغلب به وجود میاد. بعضن مفید هست ترس، بعضن بسیار بسیار خطرناک که باعث میشه که شما نتونی رشدی داشته باشی و این حالت عدم رشد باعث میشه که نابجا و حتی مخرب باشه برای شما. پس باید بر این ترس های اشتباه که باورهای غلط ماست در واقع غلبه کنیم، معضلات زندگی رو بهتر بشناسیم، منشأش رو پیدا کنیم و درست بریم جلو. ترس در واقع اساسی ترین مشکل تربیتیه، از کودکی با یک فرد همراست و به دلیل اینکه آموزشی ندیدیم، کسی به ما یاد نداده، همچنان توی زندگی ما جا داره و داره کار میکنه. خیلی جاها ممانعت میکنه از اینکه ما کاری رو انجام بدیم و تاثیرگذاره در زندگیمون. و شاید بهتر بگم، یعنی بهتر اینطور باشه بگم که ترس مانع میشه از اینکه شما کاری رو انجام بدید. ترس یک دشمن خطرناکه برای شما. اونجا که پیامبر به حضرت علی علیه السلام داره مشاوره میده، ایشون میفرماین که یا علی با ترسو مشورت نکن، چرا که هم تو رو از انجام دادن کاری باز میداره
و همین که تصمیم‌ها تو تغییر میده. یعنی تو شجاع هستی، میخوای تصمیم‌هایی رو بگیری، اگر با ترسو مشورت کنی باعث میشه که نظریه عوض بشه. اینو داره به من و شما میگه و الا مولا که خودش این موضوع رو نسبت بهش علم داره و آگاه هست. برای من و شماست که بفهمیم بابا باید با کیا مشورت کنیم، باید چه کارهایی رو انجام بدیم. متاسفانه ما تو زندگی هامون افرادی رو دور و برمون داریم که اونها هم نه موفقن، نه تنها موفق نیستن، ترسو هم هستن. یعنی واقعا میترسن و این ترسشون باعث میشه که میگن دایی جان فلان کارو میکنی چنین مشکلی میخوری. حالا خودش هم موفق نیست که اگه بگه این کارو نکن، به جاش یه کار دیگه ای بکن برای موفقیت، راهکاری نداره، فقط میگه نکن. همه شده نکن نکن نکن. خب چی کاری رو انجام بدم، چی کار بکنم، اینو نمیگه، هیچ راهکاری براش نداره. انسان‌های ترسو اغلب اینجوریان. یعنی میخوای مثلا بگی آقا برم تو کار تجارت، میگه نه نرو. حالا بهش بگو من میخوام پولم بذارم تو بانک، میگه بذار، کار بدون ریسک میدونه و توش موفقیتی هم میگه حاصل نمیشه. ولی میذاری مثلا الان شما تا پارسال میتونستی یه پراید بخری با کمتر از 10 میلیون تومان، الان همون پراید بخری امسال بخری 20 میلیون باید پول داشته باشی. البته یه پراید بالا مدل پایین هم دارم میگم، و الا پولی که تو بانک میذاری ارزشش خیلی به شدت داره کاهش پیدا میکنه. و ما یک کلیپی رو چند وقت پیش تو کانالمون گذاشته بودیم در رابطه با نقش و وظایف پول. خیلی از مردم چون پول رو نمیشناسن هر گونه قضاوتی باش میکنن. اینکه پول مثلا یه عدد ارزشی داره هممون میدونیم، که 1000 تومان میدونیم. اینکه 1000 تومان امروز ما که میتونیم الان با 1000 تومان چی میشه خرید؟ پفک هم نمیشه، پفک هم نمیشه، فکر کنم 2000-3000 تومان به بالا شده. اگر یه عدد 10000 تومانی در نظر بگیرید که با 10000 تومان میشه یه کالایی رو خرید، همین کالا رو شما اگه بخوای سال بعد خریداری کنی باید دو برابرش پول بدی، یعنی ارزش اون پول اومده پایین. البته تو ایران اینجوریه، تو کشورهای دیگه این اتفاق نمیفته. شما میبینید در یک کشور یک جنس 25 سال 30 سال قیمتش دست نخورده، تکون نخورده. ما باید نقش پول رو خوب بشناسیم که وظیفه پول چیه، اونگاه تصمیم های بهتری میتونیم بگیریم. پس خیلی مهمه شناخت پول، اینکه چه عاملی باعث میشه که پول ارزش پیدا کنه یا بد بشه، کاهش پیدا کنه اون ارزشش، اینا خیلی مهمه. و حالا ادامه میدیم بحث خودمون رو تا بفهمید که ماها چه اشتباهات بزرگی داریم و چه جاهایی داریم میترسیم در حالی که اصلا جایز نبود در اون بخش شما بترسی، و این مسائل رو پیگیری خواهیم کرد. من یادمه خودم وقتی در یکی از مسابقات بود بهم گفتم برو سخنرانی کن. خیلی جوان بودم، 18 سالم بود، 19 سالم بود، 20 سالم بود، کمتر از 20 سالم بود، و به من یک کاغذی رو دادن. اصلا آمادگیشو نداشتم، اصلا هماهنگ شده نبود قبلش. یه کاغذی دادن گفتم برو بخون. رفتم بخونم، حس میکردم دستام داره میلرزه. توی یک جمعیت 500 نفره بود قرار بود اون کاغذ رو بخونم و یک اساسنامه‌ای توش نوشته شده بود. میترسیدم، همش فرار میکردم که نه نه نه، ولی به زور منو انداختن تو ترس که برو اون کارو حتما انجام بده. وقتی انجامش دادم خیلی حس خوبی داشتم، امیدوار شدم به خودم که من میتونم در یک جمع 500 نفره صحبت کنم، یه متن رو بخونم، اونم از رو کاغذ فعلا. بعدها همون اتفاق باعث شد که من بر ترس های خودم غلبه کنم. شما هم میتونید بچه ها. شما اگر از سخنرانی کردن، از صحبت کردن تو جمع میترسید، باید یکی باشه شما رو بندازه در اون عمل انجام شده، در واقع این کاری کنه که شما به اجبار اون کار رو انجام بدید. مثل هول دادن میمونه. من عقیده دارم برای با افرادی که ترسو هستن باید یکی باشه که اونها رو هول بده. یعنی اگر از شنا کردن میترسی، یکی باید باشه شما رو بندازه تو آب تا ترس های شما تموم بشه. تمومش کنید بچه ها، ترس های خودمون رو تموم کنیم، بنای رشد داشته باشید. اگر میخوای پیشرفت کنی باید این کار رو انجام بدید. یعنی اگر میترسی از انجام دادن هر کاری، که من اگر مثلا شغلمو عوض کنم اگر موفق نشم چی میشه، اگر شکست بخورم چی میشه، این اگرها، من جلسه قبلی در رابطه با این اگرها و ایفها صحبت کردم، این اگرهای غلط ما باعث میشه که ما رشد نکنیم و بترسیم همیشه. یه وقتم حالت تسلیمه، یعنی شما دیگه یاد گرفتی که هر اتفاقی که برای شما بیفته تسلیم بشی و
مثل انسان‌هایی که موفقیت رو دوست دارن اما تسلیم شدن که نه، موفقیت برای ما نیست. سازگار شدید، در واقع ما رو اینطور بار آوردن که راضی بشیم، زود راضی میشیم. این اشتباهه. اینکه مثلا بعضی زندگیمون داغونه، اینکه قیمت‌ها میره بالا، اینکه هیچ کاری از دستمون برنمیاد، راضی شدیم. این رضایت فشار میاره رو خودمون، اعصاب ما رو داغون میکنه، وضع زندگی هامون رو خراب میکنه و چون احساس میکنیم کاری هم از دست ما ساخته نیست و نمیتونیم حتی خودمون رو نجات بدیم، نظر میدیم که این کار اگر بشه بهتره، در حالی که هیچ یقینی برای ما نیست. یعنی اگر به شما بگم آقا 5 میلیارد وسط بذار و کاری که شما میگی بهتر رو انجام بدیم، اگر بهتر نبود 5 میلیاردت میسوزه دیگه، اون وقت کسی نظر نمیده. راضی شدیم ماها، این اشتباهه. سازگار شدیم با هر اتفاقی که داره برامون میافته. بچه‌ها این ترسه، شما میترسید از اینکه کاری رو انجام بدید. اگر میخوای موفق شی باید این ترس رو بذاری کنار، باید این ترس رو بذاری کنار و بعد میبینی وای من این ترس رو گذاشتم کنار. احساس زنده بودن به شما دست میده، احساس زندگی کردن به شما دست میده. من جلسه قبل صحبت کردم در رابطه با اینکه آیا زنده هستم یا زندگی میکنم. خیلی مهمه. اکثر مردم زنده هستن، زندگی نمی کنن. زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی اراده کنی امروز یک تغییر تو زندگی اتفاق بیفته و بتونی انجامش بدی. اراده فقط بکنی، نه اینکه از قبل 5 سال 6 سال چند مدت براش نقشه بکشی، پولاتو بخوای پسنداز کنی که یک اتفاق یا تغییری در زندگیت رخ بده و بعد قیمتها دو برابر میشه و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. این میشه ترس. میترسی از اینکه همین امروز بخوای تغییر بدی. بچه ها بفهمید که خداوند ما رو خلق نکرد برای اینکه به صورت بدبخت وارانه زندگی کنیم، به صورت اینکه فلج زندگی کنیم. یک سری اصطلاحات و کلمات میخوام بگم ولی میگم خب خیلی از افراد دارن تو جمع صدای منو میشنون شاید خوششون نیاد. واقعا خیلی از مردم دارن بدبختی زندگی میکنن. کلمه رو نمیتونم بگم هرچی میخوام تلاش کنم. پس خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه وقتایی هم انسانها چون راضی شدن و میدونن که نمیتونن انجام بدن، حالت رد و انکار رو ایجاد میکنن. یعنی شما با این که به طرف میفهمونی که میترسی از این کار، قبول نمیکنه، میگه نه من نمیترسم، من شجاعم، در حالی که اون عمل رو انجام نمیده. یعنی خیلی از ماها امروز چون کاری رو انجام نمیدیم فکر میکنیم شجاعیم، چون هیچ کاری انجام نمیدیم، همش تو خونمون نشستیم بازی، کاری انجام نمیدیم که واقعا دلهره آور باشه، استراب داشته باشه توش. بچه‌هایی که تجارت کار میکنن شجاع شدن. روز اول خب اصلا نمیدونستن چگونه میشه مشتری پیدا کرد، مشتری رو پیدا میکنن، ترسشون تموم میشه. قبلترش که تو انتخاب محصول میترسیدن که وای اگه محصول انتخاب کنم و بعد توش موفق نشم چی میشه، اون ترس خب حل شد، محصول انتخاب شد. تو مرحله دوم میخواستن سایتاشون رو بگیرن، میترسیدن خب اگه مثلا 10 تا سایت بگیرم 20 تا سایت بگیرم از پسش برنامه انجام بدم چی میشه، این ترس هم حل شد. رفتن جلوتر، خب حالا مشتری زنگ زد، من باید به مشتری چی بگم، من که الان جنسی ندارم، محصولی ندارم بهش بدم، این ترس هم رفتیم جلوتر حل شد. بعد گفت خب حالا مشتری اوکی شد، پول ازش گرفتم، تامین کننده ندارم، اینجا چیکار کنم، اینم حل شد. تامین کننده پیدا کرد، بعد گفت خب با تامین کننده چگونه ارتباط بگیرم، چرا باید اعتماد کنه به من جنس بده در حالی که پولی از من نگرفته، اینم حل شد. همینطور رفتیم جلوتر، فروش داخل رو حل کردیم براش، ترساش تموم شد. حالا امروز میگیم بچه‌ها به جهانی شدن فکر کنید، بیاید تو بازارهای صادراتی ببینید اونجا چه خبره. الان خیلی هاتون میترسید، وای من انگلیسی بلد نیستم صحبت کنم، وای من عربی بلد نیستم صحبت کنم، میترسم. این همه اون ترسهایه. بابا بذارش کنار، خب یه سی دی میدی میخری، آموزش فلان فرد 50,000 تومان 100,000 تومان آموزش زبان انگلیسی میده، خیلی روونم هست، اصلا نیازی نیست جایی بری، تو خونت میشینی یه فایل صوتی گوش میدی انگلیسی یاد میگی، تموم شد، خیلی راحته، خیلی راحته. با 100,000 تومان این مشکل حل میشه. انقدر نترس. ترس باعث میشه شما وارد اون کار نشی، خودتو بنداز توش، بنداز توش، بعد ببین هیچ اتفاقی برات نمیافته و ترسات الکی بود. البته یه وقت نشه بدون مربی خودتو بندازی توشا، طرف مثلا شنا بلد نیست میپره تو استخ خفه هم میشه، چرا؟ چون مربی بالا سرش نیست. نه، باید مربی کنارت باشه،
بعد خودتو بنداز. حالا هر اتفاقی که برات بیفته مربی هست دستتو میگیره میگه بیا بالا، اینجا داری غلط میری، اینجا داری درست میری، اینجا این ضربه باعث میزنی باعث میشه که بری بیشتر تو آب، اینجوری دست و پاتو تکون نده. پس یه مربی نیازه که همیشه هر کاری که ما میکنیم به ما بگه درستی کجاست، غلط کجاست، اشتباه چیه، راهنمایی کنه به ما. و ما هم باید پذیرا باشیم، نه اینکه مربی بگه نه تو نمیفهمی من میدونم. خب باشه، تو برو و سقوط میکنی و شکست میخوری و بعد میبینی که ای وای چه اشتباهی کردم که به حرف مربی گوش ندادم. بچه ها نیاز نیست که با خودمون بجنگیم که نه ما شجاعیم، حتما ترسی در ما نیست. من یه مثال ساده زدم، گفتم هر کس که پولش رو تو بانک نگه میداره انسان ترسویه، ترسوی زنده که چیز خاصی نداریم. حالا بخواید طرف بگه نه من ترسو نیستم، باشه آقا تو اینطور بگو، من اثبات کردم. چون شما میگید اگه و یه اگه میارید، پس یعنی ترسی وجود داره. حالا اینکه یکی بگه من از شیر میترسم یا پلنگ یا مار یا موش، اون مدل ترس فرق میکنه. ما از موش نمیترسیم برای اینکه بگیم آقا موش ما رو میخوره، تو شکمش جا نمیشیم. ما از سوسک نمیترسیم برای اینکه بگیم میترسم چون سوسک منو میخوره. نه، از کسی این مدلی نمیترسه، مدل ترسش فرق داره. اونایی که از سوسک میترسن سوسکا رو برید بکشید، واقعی میگم فراریش میده. اگه نمیتونی بکشی دلشو ندی فراریش بده، یعنی میگیم بکشی یعنی یه دیگه وای شما حشره آزار هستی این حرفا، آقا فراریش بده، دنبالش کن ببین اون از شما میترسه، به سمتتون نمیاد و بعد میبینی مشکل دیگه ترس تموم شده. بابا چند سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال این ترس رو داره با خودش همینطوری همراه میکنه که با من بیا 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 و همیشه از سوسکه میترسه. یکم پافشاری کنید، یکم مقاومت کنید، میبینید حل میشه. بابا یه شبه چیزی که میتونست حل شه چرا داری 20 سال با خودت اونو میاری جلو؟ این باعث میشه شما شخصیت قوی نباشید. مدل اون میخواد شما شخص قوی داستان ما باشید، شخص قدرتمند و پیروز داستان ما باشید. شخصایی که نفله هستن، ترسو هستن، واقعا جایگاهی ندارن، تو جهان هم جایگاهی ندارن، نه تنها تو ایران، تو جهان هم هیچ جایگاهی ندارن. پس گفتیم مولا قشنگ میگن هنگامی که از چیزی میترسی خودت را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت تر است. این جمله رو برای خودتون بنویسید و همیشه یادتون باشه که آقا از چیزی که میترسم اگر خودم رو انجامش بدم میفهمم که اون چیزی که انجام دادم اونقدری که ترسیدم واقعا ترسناک نبوده، واقعا ترسناک نبوده. بچه ها بفهمید، فراموش نکنید این موضوع رو که شما، شخص شما بزرگتر از هر چیزی که براش اتفاق میفته یا حتی ممکنه که اتفاق بیفته. واقعا ما اشرف مخلوقات هستیم، یا باید بترسیم ضعیفترین مخلوقات باشیم. تصمیم بگیر از امروز که آقا من باید با ترس هام مقابله کنم، بجنگم، مبارزه کنم. ابتدا بیا گام های کوچیک بردار. نمیگیم آقا یه شبه مثلا میشه اون ترس رو تمامش رو نابود کرد، هرچند من عقیده دارم میشه، یک شبه هم میشه از ترس ها رهایی یافت، اما اگر راهنما نداری، مشاوره نداری، کسی که به شما کمک کنه، از هر چیزی که میترسی گام به گام شروع کن. اگر از سخنرانی میترسی یک کلاس آموزش سخنرانی میتونی ثبت نام کنی، نه اینکه بری 4 ماه 5 ماه دوره ببینی، 5 ماه زندگیت بره برای یه چیز خیلی ساده، یه جلسه تو فامیل ها جمع کنن بگو آقا من میخوام 10 دقیقه صحبت کنم در رابطه با اقتصاد امروز، نظرتون رو بدونم، و بشینید شما به عنوان فرد اول موضوع رو دست بگیرید و صحبت کنید. میبینید راحت از پسش برمیای، میتونی نظر دیگران رو بگیری. الان خیلی تو شبکه‌های اجتماعی دنبال این هستن که از بقیه حرف بکشن. کامنت یعنی چی؟ یعنی نظر. یعنی طرف یه پستی میذاره، دوست داره کامنتاش از 100 تا بشه 200 تا، از 200 تا بشه 500 تا، 500 تا بشه 10000 تا. چرا انقدر کامنت دوست داره؟ میخواد ببینه آیا توانشو داره یه پستی بذاره که زیرش کامنت بگیره، چند تا کامنت داره براش میاد. نگاه کنید بچه‌ها چقدر یعنی جالبه، یعنی قدرت در فضای
حقیقی رو طرف نمیتونه میکشه تو فضای مجازی. ببین تو فضای مجازی چیکار است، خیلی مهمه. پس یه فهرست لطفاً تهیه کن از تمام ترس هاتون، بنویسید از چه چیزهایی میترسم. آیا حالات جسمی شما رو تهدید میکنه، براتون خطرناکه، به جایی از بدن شما داره آسیب وارد میکنه و شما میترسی؟ اگر نه، پس بنویس و اون رو میخوایم حلش کنیم. یه وقت میگم میترسم از این که دستم رو بذارم تو پریز برق، بعد یکی فردا میذاره میگه من شما گفتی اجرا کن، گذاشتم، منم قبلش میترسیدم و برق منو گرفت. نه نکن، یه قبلش یه حالت اگری داریم میذاریم، میگه آقا هر کاری قابل حله، مگه اینکه حالت بخواد جسم شما رو آسیب وارد کنه، خطرناک باشه برای اون منطقه. پس اگر به جسم ربطی نداره، ترس دیگه نداره. ترس کجاست؟ درست؟ اینکه مثلا من از سخنرانی میترسم، اینکه من از حضور در جمع میترسم، اینکه من میترسم یک سمیناری رو برگزار کنم، نه همه ترس دیگه، نمیتونم تو جمع صحبت کنم. این کدوم قسمت از بدن شما الان آسیب میبینه اگر صحبت کنی؟ میگه آقا جایی آسیب نمیبینه. پس خودتو بنداز تو ترس، بنداز ببین چه اتفاقی برای شما میافته. آقا من میخوام یک کار جدید رو راه اندازی کنم، خب این کار جدید جایی آسیب وارد میکنه به اندام شما؟ میگی نه. آقا بنداز خودتو تو ترس، گیرت کجاست؟ اگه نمیتونید، اگه باور نداری که میتونی بفروشی و یک فروشنده خوب باشی، یه پیشنهاد ساده دارم. گفتم گامهای کوچیک بردار. یکی از وسایل خونت که نیاز نداری بهش، خیلی بچه مهندسی هستن، کتابهایی رو دارن، لپتاپهای اضافه تو خونه هست، موبایلهای اضافه هست، یه سری وسایل اضافه تو خونه دارید که اصلا استفاده هم نمیشه. برای خیلی از شماها وسایلی دارید که اصلا استفاده نمی‌کنید، میترسید از فروشش حتی. این خیلی نکته جالبیه، خیلی ها میترسن از فروش محصولاتی که دارن. ماها هممون جوری داریم زندگی میکنیم که از اطراف خودمون عکس برداری میکنیم. به طرف میگم خب روزی چند تا با گوشیت عکس میگیری؟ میگه روزی مثلا 20 تا 30 تا عکس میگیرم. میگم عکس‌ها رو چیکار میکنی؟ میگه حافظه گوشیم که پر شد میریزم تو لپتاپ، توی هارد نگه میدارم. میگم خب تا کی نگه میداری؟ میگه تا وقتی که بمیرم. میگم خب عکس رو مگه میخوای با خودت ببری؟ میخوای چیکارش کنی که اینقدر نگهش میداری؟ میگه برام خاطره است. میگم روزی چند بار خاطرات خودتو مرور میکنی؟ میگه اصلا سالی یه بارم مرور نمیکنم. بابا شما دارید برای چیزی تلاش میکنید که نگهش میدارید و اصلا نمیبینید، اصلا سمتش هم نمیرید. عکسایی که یادگاری گرفتید تو 3 سال اخیر چند بار رفتی ببینیش؟ برای چی نگه میداری؟ حافظه لپتاپ خودتو پر میکنه. بابا من با اون حافظه کلی میارزه، ارزشمند میشه، پول در آورد. بلد نیستید پول در بیارید. یکی از مشکلات بزرگ مردم اینه که بلد نیستن از امکانات و شرایطی که دارن پول در بیارن. همش خدمات، همش مصرف کننده شدیم، همش خریدار شدیم، بریم بخریم، حقوق بگیریم، پول در بیاریم، فلان چیزو بخریم. بابا یاد بگیرید بفروشید. موفقیت تو اینه. شما از کسانی که میخرید زندگیشون رو کنید، آیا اونها موفق ترن یا شمایی که میخرید؟ میدونید اونایی که میفروشن برنده بازی ان، نه خریدارها. فروشنده ها موفقن. یاد بگیرید فروشنده خوبی باشید. بیاید گام کوچیک بردارید. یک وسیله خونتون که به دردتون نمیخوره تو انباری افتاده، با گوشی دوتا عکس بگی بذار تو شیپور یا دیوار یا برنامه‌های دیگه بفروشش، حتی اگر 1000 تومان شده، چیزی که به دردت نمیخوره. فهمیدی به درد من نمیخوره. شاید برای یک نفر دیگه 5 میلیون ارزش داشته باشه، ولی برای من 1000 تومان هم ارزش نداره، به کار من اصلا نمیاد. بفروشش تو قیمت. نظر علیکی بگی آقا این که به درد من نمیخوره، ولی میدونم تو بازار مثلا 5 میلیونه، من میگم چند؟ 4900. خیلی دیگه حال دادی. نه اینجوری کار نکن. اگه 5 میلیون همه دارن 5 میلیون میفروشن، شما 4 میلیون بفروش، به دردت که نمیخوره. بفروش 4 میلیون گیرت بیاد. اگر یک کالا 1 میلیون همه دارن میفروشن 1 میلیون، شما بفروش 500,000 تومان. بذار یاد بگیری که میتونی بفروشی. بذار یاد بگیری که میتونی بفروشی. گام نخستشه که قیمت باعث میشه شما فروشنده بشی. یعنی قیمت پایین تر که بدی از شما میخرن. این مرحله اول که من به شما میفهمونم شما در هر محصولی که قیمت پایین تر داشته باشی میتوانی بفروشی، میتوانی فروشنده موفقی باشی. این گام نخستشه.
گام های بعدی زمانی که شما رو برند کردم، شناخته کردم تو بازار خودتون، کاری که شما معروف شدی در کسب و کارت، اونجا بهت یاد میدم حالا چگونه محصول من که هست 5 میلیون اونو بفروشم 6 میلیون، یعنی گرونتر از بقیه بفروشم و مشتری حاضر باشه از من بخره با اینکه میدونه من دارم گرونتر میفروشم. این یعنی برندسازی، یعنی سود بیشتر به خاطر اعتباری که دارم. پس گام نخست، باید گام های کوچکی بردارم و یاد بگیرم فروختن رو به هر طریقی که شده. بیاید بفروشید محصولاتی که دارید اطرافتون، بفروشید چیزایی که به دردتون نمیخوره، نگهش ندارید. لکن محصول به عنوان یک محصولیه که انبار من رو اشغال کرده، محصول ارزش نگفتم یه تلویزیون خونه تو بفروش که داری استفادهش میکنی، یه محصولی که افتاده تو انباری اصلا به دردم نمیخوره، یه کیس داری قدیمیه دیگه، الان دیگه کسی کامپیوترهای رومیزی پی سی استفاده نمیکنه، با بفروشش. مانیتور اگه همه جا هست، مثلا خودت خریدی 200 هزار تومان اون زمان، الان 50 هزار تومان هم کسی مانیتور رو نمیخره از شما، مانیتور کامپیوتر که پشتش صفحه داشت به صورت لامپی بود، اونا منظورمه، 50 هزار تومان هم قیمتش نیست، شما بفروش 10 هزار تومان اصلا. میگی مهندس دکمهش بیشتر از 10 میارزه، میگم بابا برای تو که صفر ارزش داره، تو که اصلا استفاده نمیکنی ازش، بفروش انباری تو خلوت کن. چی گرفتی اشغال کردی با این سری خرت و پرتا؟ تا کی میخوای با خود نگهش داری؟ هرچه زمان میگذره اون بی‌ارزش‌تر داره میشه. پس یاد بگیرید فروختن رو، یاد بگیرید از کجا میشه مشتری پیدا کرد. خیلی از ماها میترسیم وای من اگر تو این کار وارد بشم، اگر نتونم بفروشم چی میشه؟ اگه کسی از من نخره چی میشه؟ یه اگه هایی چیدید برای خودتون چون تجارت رو بلد نیستید. من تو روش تجاری بهتون یاد میدم که شما ابتدا محصولی که نداری رو بفروشی، نه محصولی که داری، محصولی که نداری میفروشی. یعنی چی میفروشم؟ یعنی پول از مشتری میگیرم، بعد با پولی که از مشتری گرفتم میرم محصول رو میخرم و بهش میدم. چه جالب، بلد نیستیم. آره من میدونم، من کارهایی که من بلدم میخوام بهت یاد بدم، کارهایی که بلد نیستی و قرار یاد بگیری. این میشه تجارت بدون ریسک. ریسکی دیگه نداره. از چی میترسیدی شما؟ این هم بهت میگفتم بیا وارد تجارت بشو، میگفتی نه. ترست از این بود وای من برم محصول رو بخرم و بعد کسی از من نخره ضرر کردم. بله اونجا ترسناکم هست. اما مدل تجاری که من دارم برای تعریف میکنم، میگم برند بشو، شناخته بشو، چیزی که نداری رو بفروش. چیزی که نداری رو میفروشی، بچه ها بفهمید وقتی برند میشی بقیه گمان میکنن که شما دارید. نکنید. مثالی بزنم بفهمید. شما مجموعی رو میشناسید به نام دیجی کالا، سفارش میدید رو سایتش، میگه مثلا من این دستگاه رو میخوام، این مسئله رو میخوام، این کفش رو میخوام. تصورت اینه که دیجی کالا یه انباری گذاشته، اون کفشی که شما میخوای اونجا هست الان، در حالی که نه اینطور نیست. شما سفارش میدید، بار بعد از یه مدت 3 روز 5 روز 6 روز 10 روز به دست شما میرسه، همون روز به دستتون نمیرسه. چرا؟ پروسه داره. خب چی خرید کردن؟ بریم حالا محصول که خرید کردن تو بازار سفارش بگیریم بخریم خودمون و بهش بدیم. شما در واقع دارید پیش خرید میکنید و شرکت دیجیکال داره پیش فروش میکنه، چیزی که نداره رو زودتر از موعدش داره به شما میفروشه. خیلی جالبه. این مدل تجارت رو باید یاد بگید. بعد ببین چه پولهای گنده ای توش خوابیده. بدون ریسک، سرمایه وسط نمیذاری، هیچ سرمایه واسه، فقط برندسازی میکنی، فقط اعتبار پیدا میکنی که آقا من معتبرم. همین. بعد مشتری میفهمه شما اعتبار داری، شما بلد هستی، متخصص این حوزه هستی، به شما پول میده. حالا چگونه متخصص شویم؟ گام به گام میایم بالا. یه شب قرار نیست متخصص بشیم که امروز بهت یاد بدم از فردا اون کارو انجام بدی. باید بیای یاد بگیری، کلاس من شرکت کنی به صورت غیر حضوری، همش آنلاینه، یاد بهت میدم مرحله به مرحله این کارها رو میگم انجام بده انجام بده. بعد میبینی شما مثل خیلی از آرادی ها که ترس ها رو گذاشتن کنار و وارد شدن. آقا ببینیم چی میگه این آقا، ببینیم میشه. وارد شدن و موفقیت های بزرگ. شما میبینید در جلسات حضوری که در قم برگزار میشه، هر هفته ما داریم برگزار میکنیم،
خیلی از بچه ها میان یاد بگیرن. شما هم پاشو بیا بابا، ترس چی داری؟ ولش کن کیو سد. میگم خودتو راضی کردی، همینه. خیلی ها خودشون راضی کردن، ولی اصلا هیچ بنای انجام دادن، هیچ کاری رو ندارن، همش ساز مخالفه. آیا رشد میکنی با ساز مخالف خودت؟ بنا گذاشتی ساز مخالف بزنی در هر اتفاقی که برات میافته، رشد میکنی؟ چنین بنایی رو گذاشتی، خودتو داری نابود میکنی عزیز من. عزت نفس مثبت بهترین پادزر برای ترس. یه فعالیتی که انجام دادید رو تکرار کنید. بچه‌هایی که تو فروش وارد میشن، ابتدا یه محصول رو میفروشن، دوباره بفروشید، سه باره بفروشید، همینطور بفروشید. روزی فکر میکردی کسی از تو نمیخره، فرداش که خرید دوباره ترسید کم کمتر میشه، بعد با خود میگی نه شانسی خریده، اون طرف خیلی داغون بوده از من خریده، دوباره پس فرداش میفروشی، میگی نه حالا کم احتمالش هست، دوباره میفروشی، سه باره میفروشی. طرف روز اول وارد شده بود اصلا باورش نمیکرد بتونه موفق شه و بفروشه، تو تکنیکا رو اجرا کرد، بعد دید همینطور میفروشه، بعد برگشت گفت مهندس میشه یه محصول دیگه انتخاب کنم؟ گفتم بابا تو روز اول که میترسیدی، میگفت مهندس ولش کن، من فهمیدم تو این جهان اونقدر فرصت هست که من بتونم هر چیز رو بفروشم، حالا فهمیدم این محصول حاشیه سودش بیشتره، میخوام روی این دست بذارم. بابا خیلی راحته، کافیه که اون فعالیتی که انجام داری رو تکرار کنی، بعد میبینی که تمام باورهای غلطی که داشتی همش حل میشه. فکر میکردی کسی از تو نمیخره، یعنی تو این جهان به این بزرگی یکی پیدا نمیشه از تو بخره، واقعا یعنی اینطور تصور کردی، پس نشناختی جهان رو، شما اصلا نمیدونی دنیا چه خبره، نشستی تو خونه دو تا تلویزیون روشن کردید گفتی تموم شد دنیا همش همینه. نه بابا دنیا خیلی بزرگه، میای و بعد میبینی که چه کارهای بزرگی میشه انجام داد، فقط ترس داشتی. بچه ها باید ترس هامون رو درمان کنیم. چجوری درمان میشه؟ فقط با انجام فعالیت. باید سه کارهایی رو انجام بدید شما. گفتم تا در دل اون ماجرا نیفتید ترس همیشه بر شما پیروز خواهد بود. باید بجنگید. یک برنامه عملی میخواد که باید اون برنامه رو تکرار کرد، با شدت هم تکرار کرد تا ترس ها نابود بشه. اگر از دندون پزشکی میترسی شروع کن، برو تمام دندوناتو درست کن. روز اولش ترسناک، روز دومش ترسناک میشه، روز سوم چهارم پنجم میبینی اصلا دیگه ترس نه، آقا تونتون آمپولا رو خالی کن اصلا، بزن هر بیس کن، هر کار دلت میخواد بکن بزن بشکن، دیگه برات مهم نیست، ترس تموم شد. پس تکرار مهارت ها باعث میشه که شما نتیجه مثبت بگیرید. مورد بعدی، چجوری باز میشه از ترس ها رهایی یافت؟ بررسی داستان افراد موفق خیلی مهمه. یعنی تو کاری که میترسی نگاه کن، برو بررسی کن، بیا جلسات حضوری ما در قم، میبینی همسن و سالهای خودت و از شما جوانتر موفق شدند. اینجا دوباره اون عزت نفس شما قوی میشه، اعتماد به نفس پیدا میکنی و میگی پس من هم میتونم. بفهمید اگر کاری رو یک نفر در این عالم بتونه انجام بده، شما هم میتونید انجام بدید، هر کس میتونه انجام بده، فقط کافیه راهش رو بلد باشه. پس باید نمونه های زیادی رو ببینید. من نمونه های زیادی از موفق ها رو دیدم و امروز میگم بدون ترس میشه وارد شد. باید ببینی تا ایمان پیدا کنی. آقا با خوندن کتاب نمیشه یک کتاب به ما معرفی کنی؟ آقا بیا بیرون از بازی کتاب خواهشن، واقعا افراد هستن یه تو این دور زمان کتاب میخونن، وقت میذارن برن یه کتاب 200 صفحه‌ای 400 صفحه‌ای رو بخونن، در حالی که اون 400 صفحه رو چکیده مرتب منظم تو یک ساعت میشه پیدا کرد. من دارم میگم وقتی مربی داشته باشی دیگه کتاب نمیخوای، میخوای چیکار؟ 3 سال اون کتابو بخونی تا بفهمی داره چی میگه؟ آقای مربی یک ساعته داره بهت یاد میده دیگه، مثلا میره کتاب بدنسازی میخره، کتاب یادگیری کامپیوتر بخرم تا کامپیوتر یاد بگیرم.
آقا یه معلم کامپیوتر بگیر 3 ساعته بدون کتابو یاد میده. تو 3 ساعت یه کتابی که باید 6 ماه براش وقت بذاری. بابا با معلم خصوصی خیلی چیزا حل میشه، چرا انقدر وقتا رو دلمون میخواد حروم کنیم؟ بازم به خاطر ترسه، نکنه من پیش معلم خصوصی آبروم بره. بریز دور خواهشن این باورهای غلطو. حالا فرض کنیم مثلا معلم خصوصی فهمید من خنگم، خب تهش بهتر از اینه که 6 ماه عمرم اونجا دست بدم. حالا پیش یک نفر ضایع شدیم، مگه قراره تو عمر داریم پیش اون یک نفر زندگی کنیم؟ یا تصور کردی فقط شما مثلا یکم ضعیفی، هوش قوی نداری، فکر کردی فقط تویی؟ میگم چون ندیدی، ولی معلمه دیده، ترسوتر از شما رو دیده، ضعیفتر از شما رو دیده. تصور این نباشه که شما ضعیفترین موجود این عالمی. این باعث میشه شما باز بترسی و بعد وارد نشی تو اون کار. این اشتباهه. با ترس ها قرار مقابله کنیم. گفتیم با گام های کوچیک از هر چیزی که میترسیم شروع کنید و بعد میشه موفق شد. ما تو آراد داریم بازارهای بین المللی رو از سال 98 استارت میزنیم، شروع میکنیم به صورت فوق تخصصی و دلمون میخواد شما هم با ما همراه باشید در این موفقیت بزرگ. پس یکم کارهاتو زودتر رو کاغذ بیار، ببین چه کارهای انجام نشده ای داری، آیا انجامش بدی اتفاق خاصی برات میافته یا نه. اگر نه پاکش کن اون کار رو. خواهشن خیلی از ماها میگیم نه من یه سری کارها دارم باید قبلش تموم کنم، تا آیا قبل عید استارت بزنم یا بعد عید استارت بزنم، آیا امسال استارت بزنم یا سال دیگه بذارم، چون باید امسال درسم رو تموم کنم. انسانهای موفق بچه اینجوری زندگی نمی کنن، مسیرهاشون فرق داره با مسیرهای شما. اگر میگی بیل گیتس موفقه، اگر میگی استیو جابز موفق بود، ببین خب چجوری زندگی کرد، درس تا کجا خوند. اگر فهمیدی که درس نخوند و موفق شد، پس بعد بفهمی که بابا موفقیت تو درس نیست، موفقیت تو درس نیست. چرا آقا شما اینو میگی؟ چون من روزانه بیش از 20 تا دکترا میان تو دفترم درخواست استخدام میدن که میشه زیر دست شما کار کنیم. پس این خیلی مهمه که آدم هایی که میخواید باهاشون کار کنید چگونه آدم هایی هستن. مدرک تحصیلی معیار موفقیت نیست. مدرک تحصیلی داره چی میگه؟ میگه آقا این کارها رو انجام بده، این درس ها رو بخون، این مدرکشه، گواهی نامش که شما این درس ها رو خوندی. آیا هر کس که این درس ها رو خون یعنی باید موفق هم باشد؟ الان مثلا یک کلاس خصوصی کامپیوتر برگزار میکنیم، به 5 نفر کتاب میدیم، میگیم آقا این کتابا رو بخونید. آیا این 5 نفر که این کتابا رو میخونن خروجیشو مثل همشون حرفه‌ای کامپیوتر میشن؟ چرا دارید فریب میدید خودتون رو؟ یه چیز آسون به شما دادن، گفتن آقا اینا رو بگیر پاس کن، بعد میگی من مدرکشو دارم، بذار دم کوزه آبشو بخور. موفقیت که تو اون نیست. کی گفته مسیر موفقیت این شکلی رسم میشه؟ برو انسان‌های موفق رو بیار جلوی چشم خودت، ببین چجوری زندگی کردن، مسیرشو بنویس. مسیر اونجوری بوده، برای خودت یک مسیر رو تداعی کردی، گفتی بابام بهم گفت، مامانم بهم گفت، داییم بهم گفت اینجوری موفق میشی، ان شاءالله بری دانشگاه قبول بشی، بعد شدی به هیچ جا نرسیدی الان ناراحتی. مسیر موفقیت عزیز من باید همین امروز ببینی قبلی‌های تو که رفتن چه شدن. میخوای بری این کار رو انجام بدی، هر کاری رو، مهم نیست. آقا قبل از تو یک نفر وارد شد، 10 نفر وارد شدن، 100 نفر وارد شدن، 1000 نفر وارد شدن. این 1000 نفری که الان رفتن مثلا لیسانس گرفتن کجا هستن؟ چه کاری میکنن؟ این 5000 نفری که الان ارشد گرفتن چه کاری میکنن؟ این 10000 نفری که دکترا گرفتن چه کاری میکنن؟ بعد تو داری مسیر اونها رو میری. خیلی مهمه که فکر کنید، انقدر ساده اندیش نباشید. مسیر موفقیت مشخص، واضح است. این که ماها از خیلی چیزها میترسیم مشخص، واضح است. یک کم هوشیار باشید، بفهمید دارم چی میگم و بعد کارهایی رو انجام بدید که موفق ها انجام میدن. همینو بس.
خسته نباشید. برای جلسه امروز کافیه. انشالله ما موضوعات خودمون رو در جلسات دیگر ادامه خواهیم داد. خیلی از بچه ها عاشق این هستن که فقط فایل های صوتی رو بشنون. خوبه، تا اینجاش خوبه، اما تا زمانی که شما فعالیتی نکنی بر ترس ها بچه ها پیروز نخواهید شد. یعنی اینکه امروز فایل من رو شنیدی از فردا نگو من شجاع شدم، نه، تا فعالیت کنی و انجامش بدی، تا خودتو در دل اون ماجرا بندازی. امروز من به شما فقط دانش و آگاهی دادم، علم پیدا کردی نسبت به یک سری از مسائل، آگاهی پیدا کردی، هنوز انجامش ندادی، پس باید انجام بدی. شروع کن، استارت بزن، هر جا هم به کمک من نیاز داشتی من در شبکه‌های اجتماعی هستم، شماره موبایل منم دارید و راحت میتونید با من ارتباط بگیرید. دوستتون دارم، خسته نباشید، تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. یا علی، روز بر شما خوش. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.